قصه های عاشقانه خیلی معمولی. بخورمت من جیگر. ببخشید دیگه معطل شدی. نه بابا مهم نیست، اتفاق خاصی نیفتاده بود، آب ریختم مشکلش حل شد. بچه گرسنه‌مون شده؟ نه من گرسنه‌ام نیست. دوست داری یه چیز خنک بخوریم؟ جلوتر یه پمپ بنزینه، میتونیم اونجا یه چیزی بخوریم. نه همین چند وقت پیش رفته بودم گاراژ ماشینو بشورم، یه مدل قهوه دیدم ولی سرد بود. اینطوری باز میکنی بعدم میخوری. پیشش هم یه سری ساندویچ مثلثی گذاشته بودن، این شکلی مثل مثلث. فکر نکنم آدم درست حسابی سیر شه، ولی اگه میخوای میتونیم بریم اونجا بخوریم، فکر کنم خوشمزه باشه. چه خوب، من گرسنه‌ام نیستم. میگم به نظرت 500 کارت دعوت کافیه؟ آره کافیه. آره به نظرم. مهمونه شما چند نفر بودن؟ حداکثر 300 نفر. 300 نفر. اگه مهمونه ما هم 200 نفر باشن 600 تا در نظر بگیریم خوبه، کم و کسری نباشه. آره خوبه. اگه از 500 نفر 100 نفرشون سکه کامل بدن میشه 100 تا سکه کامل. 100 نفرشون هم نیم سکه بدن، 200 نفرشون هم 200 نفرشون هم پول نقد بدن، خوبه دیگه. چند تا سه تا نیم ست هم میگیریم، بد نمیشه. الان نیم ست چنده؟ خب بستگی داره. به چی بستگی داره؟ به ساختش، به وزنش، عیارش، طلای سفید باشه، زرد باشه، به خیلی چیزا. اگه حدوداً 55-60 هزار لیر طلا بدن، 40 هزار لیر هم نقد بدن، میشه 100 هزار لیر. کافیه دیگه. تو بدترین حالت 110 هزار لیر میمونه تو جیبمون. پول خوبی هم هست. آخه باید کافی باشه دیگه. کافیه بابا کافیه، هم واسه تو هم واسه من. 110 هزار لیر ها. چیزی شد؟ حرف زندگی. به نظر تو این نرمین آدم قابل اعتمادیه؟ خب چطور مگه؟ والا چی بگم؟ انگار یه جوریه تیپ و قیافش قابل اعتماد به نظر نمیومد. اگه کمیسیون دادی نگران نباش، به کسی هیچی نمیگه. آره بابا بیشتر از چیزی هم که باید دادم. خب حله، به کسی هیچی نمیگه، زنه کلن شغلش همینه. به نظرت چطوری شروع کرده؟ وقتی سر میز نشسته بود میخواستم بپرسم ولی نشد. نمیدونم والا، ما هم 21 نفر بودیم. نه بابا به یه صنعت تبدیل شده. آره خب این کارا به گوش آدم میرسه دیگه. مثلا اگه دوست من بهم نمیگفت که همچین زنی وجود داره، من باید از کجا میفهمیدم؟ اصلا خبردار نمیشدم، امکان نداشت پیداش کنم. ولی خب زندگی همینه دیگه، تو یه فرصت پیدا میکنی باید نهایت استفاده را ازش ببری. بالاخره هممون آرزو و هدفهایی داریم دیگه، نداریم؟ هممون بابای پولدار نداریم تو پول قد بزنیم. بالاخره زندگی به ما هم لبخند میزنه. چه میدونم، میگن تو کوچه ما عروسی میشه. یه دفعه همچین پولی بعد از کجا گیر بیاریم آخه؟ اصلا خودت تو از کجا میتونی گیر بیاری؟ آره راست میگی. بالاخره شرایط وین وینه دیگه. وین وین دیگه چیه؟ یعنی برد برده. اون دیگه چیه؟ ببین این جوریه که یه شخصی تصور کن که به یه چیزی نیاز داره، خب؟
یه کسی هم هست که اون نیازو برطرف میکنه. اون دو نفر حالا همدیگر رو پیدا میکنن و هر دوتاشون سود میکنن اینطوری. بابا به این که میگن دو سر برد، یه چیزی مثل همون. آره، مثلا تو هم از اون طلا سود میکنی، منم سود میکنم. این میشه وین وین. به همین سبب وین وین. وین وین ما مثلا نرمینه که ما رو با هم آشنا کرد. ببین نحوه آشنایی ما خیلی مهمه. هر دوتامون باید یه دروغو بگیم. بابا مشکل منم همینه دیگه، من نمیتونم دروغ بگم. زود لو میدم میره پیکارش. نمیدونم چه گناهی کردم راستگو شدم. فکرامو کردم باید دروغ بگم. مجبورم دیگه. آره تو باید دروغ بگی. خیلی خب دوباره بهت میگم، از اول شروع میکنیم باشه؟ ببین من میرم بازار که بگردم و خرید کنم و اینجور چیزا. انقدر میرم و میام که حسابی خسته میشم. بعدش واسه این که استراحت کنم و یه لیموناد بخورم که سر حال بیام، میرم کافه دنیا. کافه دنیا رو که میشناسی، تا اینجا همه چی ردیفه. بعد تو از قبل اونجا نشسته بودی، وقتی من میام تو کافه منو میبینی و بعدش من میرم میشینم اونجا. سر میز تو قند نبوده، بعد میای سر میز من، بعد میگی میشه از دختر با مزه مثل شما قند بگیرم. بعد از این ماجرا ما از هم دیگه خوشمون میاد و از اونجا به بعد با هم دیگه معاشرت میکنیم. ببین داستان قشنگیه ولی مشکلی داره. من آدمی نیستم که بی مقدمه برم به یه دختر بگم بیا با هم دیگه حرف بزنیم. آره ولی چون خیلی از من خوشت اومده، جسارتشو پیدا کردی که بیای بگی، برای جذاب بودن. آها افتاد. آخه بقیه از کجا میخوان بفهمن؟ به نظر من که دروغ خیلی خوبیه، بعدن هم دو نمیریم. چیز آره. جالبیه نه؟ آره خوبه، دروغ مصلحتیه دیگه. دروغ به حساب نمیاد. با پولش میخوای چیکار کنی؟ منو که میشناسی، من دلالی ماشین میکنم. یه چند سالی میشه یه جورایی سبک زندگیم شده دیگه. یکم هم قسط دارم، البته قسطام زیاد نیست، اونا رو هم میدم میره. یکم هم ماشین خرید و فروش میکنم، یه برنامه‌ای دیگه هم دارم. باشه خوبه. نمیدونی چه ماشینای آمریکایی خفنی هست. سر و سگ نرو سگ. یه دونه درب و داغونشو می‌خری، بعدم میری حسابی تعمیرش میکنی، چه میدونم ظاهرشو درست میکنی، بعدم میفروشی میره. درسته یکم دردسر داره ولی کاریش نمیشه کرد که میارزه. حالا این ماشینا رو کسی میخره؟ بازارش خوب هست؟ بازارش که خیلی خوبه، خیلی ها میخرن. نیستی ببینی از یه دیوونه یه ماشینا مثل بچهشون ازشون نگهداری میکنه. من چقدر مسخره، درک نمیکنم. چرا باید به چیزی که اینقدر دردسر داره اهمیت بدی؟ عجیبه. چرا آدم خودشو درگیر کنه بفروش بره یه جدیدشو بخره؟ مگه میشه آخه؟ مگه میشه؟ این ماشین شخصیت داره، روح داره، جون داره. این ماشین بی دلیل مشکل پیدا نمیکنه که. مگه نمیدونستی ماشین متوجه همه اتفاقات دور و برش میشه؟ یعنی چی متوجه چی میشه؟ چجوری بگم آخه؟ ببین بذار اینطوری بگم که متوجه چی. فرض کن من یه روز سواری ماشین نشم، چه میدونم یه چند هفته سمتش نرم، قسم میخورم باهام قهر میکنه. قهر میکنه؟ یعنی چی که قهر میکنه؟ خب قهر میکنه دیگه، هر کاری که بگی میکنه. چه میدونم ادا اطفار در میاد، خراب میشه، بی محلی میکنه. به خاطر همینم خراب شد. آره دیگه، چون تا الان پیش منی حسودیش شده، یه ادعایی در آورد، دیدی که تا یکم بهش توجه کردم به خودش اومد. تو رو خدا. به خدا؟ ماشین قشنگ. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیتس مدیا انترتینمنت. سلام آقای فاشینگتون. بله خودم هم سینما. بله بله بابا. من خوبم. بله من خوب. ماه دیگه میام پیشتون. بله بله حتما. آره آره بله آره. باشه بابا. چرا با اصرار میکنی که ما مشکل داریم؟ بله. ما مشکلی نیستی که 500 بله جناب، بعد از مراسم عروسیم شروع میکنم. بله 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 میگم حل میشه بابا. بله قربان. باشه بابا باشه. این چه وقت زنگ زدن آخه؟ ای کاش جوابشو نمیدادم. چی کار کنم ای بابا؟ چه میدونم، من باید قشنگ بشنفم، قشنگ تمرکز کنم تا بتونم انگلیسی حرف بزنم. همیشه خیلی خوب حرف میزنم و ولی خب اینطوری عجله‌ای که حرف میزنم چرت و پرت میگم. نه به نظرم که خیلی خوب بود. کجاش خوب بود؟ چیش خوب بود؟ این بچه دبیرستانیا اصلا نمیفهمیدم چی میگفت. میگفتم بله بله ای بابا. این کلاسه دیگه مگه نه؟ دانشگاه نیست که. نه یعنی آره کلاسه. میخوام گواهینامه بگیرم. گواهینامتو بگیری عالی میشه. کجا هست حالا؟ انگلیس. کجاش؟
یه جاییه به اسم سنت هلن، تقریبا نزدیک کاخ میشه. آره اونجا رو میشناسم، رفتم. آره دیگه اونجاست. اونجا خیلی قشنگه، بری دیگه بر نمیگردی. ببینم چی پیش میاد، حداقل یه دو سه سالی میمونم. خودم که فکر نمی کنم برگردم. آره دیگه وقتی بری دیگه چرا برگردی آخه، پولم که داری. آره دیگه یه سالی رو با طلا سر میکنم، یه کار پاره وقت پیدا میکنم و میگذرونم. اگه دیدم نمیتونم، هم با یه انگلیسی ازدواج میکنم که نخوام کار کنم، ردیفش میکنم. خوبه، خیلی منطقیه. حالا چقدر میخوای بذاری؟ 25,000 لیر. نصفشو داری میذاری؟ آره. فقط خدا کنه دوز و کلک نداشته باشه. یعنی چی؟ چه میدونم، یعنی کلاهبرداری نباشه. تو اخبار میخونیم دیگه، چه میدونم این ور اون ورم میشنویم. امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. 25,000 لیر. چرا مشکلی پیش بیاد؟ ببین نمیخوام ناراحتت کنم، ولی یکم پیش که با تلفن حرف میزدی یه چیزایی شنیدم، یعنی اتفاقی بگوشم. اگه اشتباه نکنم اسم واشنگتن رو بردی، درسته؟ به نظر من اصلا اسم واشنگتن نداری. هست، چرا نباشه؟ یا نمیشه، جک میشه، جیسون میشه، نیکولاس میشه، چه میدونم فرنیناند میشه، رونی میشه، اما واشنگتن نمیشه. از ما گفته واشنگتن فامیلیشه، اسمش الکسه، الکس واشنگتن. این میشه الکس واشنگتن، خوبه این میشه. ولی بازم ببخشید یهو شریدم، خواستم بهت هشدار بدم یه موقع کارت به جایی باریک نکش. نه بابا دستم درد نکنه، ممنونم، ولی اونجا دانشگاه خیلی خوبیه، یه دوره 6 ماهه گواهینامه که این حرفا رو نداره، میری مدرکتو میگیری و بعد به زندگی ادامه میدی دیگه. اینم خوبه، این که مدرک میدن خیلی خوبه، خیلی عالیه. اومده بودیم اینجا کوفته خونگی میپزه درجه 1، بیا دو تا بزنیم بر بدن حال کنیم. پس به توافق رسیدیم. شبنم خانم جانم، من اومدم تو. بله یه پلیور سفید تنمه، الان نگاه دست تکون میدم، اینها دست تکون دادم، دیدی؟ آه. بفرمی. بله خیلی ممنون. خواهش میکنم. من خاله خندانو خیلی دوست دارم، وقتی ازم خواست با هم آشنا بشیم نتونستم روش زمین بنزم. جانم خاله خندان خیلی عزیزه، قدیما خیلی با مامانم میرفتیم خونه مامان بزرگم، اونم دوست مامان بزرگم بود، هر وقت ما رو میدید یک کاسه سوپی چیزی برای ما میآورد. رابطمون خیلی با خاله خندان متفاوت بود، من خیلی دوستش دارم، جایگاه خیلی خاصی پیش من داره، خیلی خیلی خاصه. چیزی میل داری؟ من یه چایی میخوام لطفا. چایی نداریم متاسفانه. یعنی چی متاسفانه؟ یعنی چی چای بیار؟ متاسفانه رئیس امروز چایی رو حذف کرده، فقط انواع قهوه و دسر رو داریم. چرا؟ چون رئیس میخواد اینجا رو کافی شاپ کنه. خب تو کافی شاپ هم چایی هست دیگه. قراره حتی آبم نداشته باشیم، فقط قهوه. رئیس میگه میخوایم تو دنیا اول باشیم. چه مسخره بازیه، من همین دیروز اینجا چای خوردم، همین دیروز دقیقاً. داداش ما هم با تو چای خوردیم، چایمون تموم شد، دیگه چای نداریم، ولی قهوه های خوبی داریم، مثلا قهوه اتیوپی داریم، از اون بدم خدمتتون. باشه بابا ولش کن، تو همون یه قهوه کم شیرین بیار. داداش تو چی میل داری؟ یه قهوه خیلی خوب گواتمالایی اومده برامون که خیلی خوشمزه است، یه قهوه جدیدم از کنیا برامون اومده، میخوای امتحان کنی؟ ابراهیم واسه منم یه قهوه ترک شیرین بیار. چشم داداش. چون زیاد میام اینجا متاسفانه یه صمیمیتی بینمون پیش اومده، ولی سر این قضیه چای باید یه تجدید نظری بکنم. به نظر منم تجدید نظر کن. ببین راستش من اصلا تو گیر و دار ازدواج و این چیزا نیستم، یعنی اصلا به ازدواج فکر نمی کنم. بابام خیلی اصرار کرد، یعنی همش اصرار میکنه، هی میگه ازدواج کن ازدواج کن. خب منم گفتم دلشو نشکنم، از خر شیطون بیام پایین، از عشق و عاشقیم کلن دست کشیدم، یعنی من از عشق و عاشقی بدم نمیاد، ولی خب زندگی اونطور که باید پیش نمیره. چند دفعه عاشق شدم، یا شاید فکر کردم که عاشق شدم. ولش کن در موردش حرف نزنیم، یعنی اگه نیاز شد بعدن حرف میزنیم، ولی میدونی تناسب خانواده ها خیلی مهمه، پدرم خیلی به این موضوع اهمیت میده. درسته، یه چیزی که پدرها بهش خیلی اهمیت میدن انتساب خانواده هاست، یعنی چیز تناسب. بله
چون خاله خندان خیلی از شما تعریف کرد، بابام گفت برو ببین چه جور پسریه. منم با خودم گفتم پدرم بنده خدا روزه آخر زندگیشه، بذار قبل از مرگش سر و سامون گرفتن منم ببینه. یعنی چی که قبل از مرگش؟ سرطان. ای وای، سرطان چی؟ ریه. خیلی سیگار میکشید نه؟ تا حالا لب نزده. خدا رحمتش کنه، تسلیت میگم. نه نمرده، دستگاه بهش وصله، ولی خب زنده هم به حساب نمیاد. سرطان دیگه خودت خوب میدونی تو مخه، ولی خب میدونی علمم خیلی پیشرفت کرده، هستن کسایی که درمان میشن. دکتر گفت 4-5 ماه دیگه وقت داریم. بلا به دور باشه. امری نیست؟ دستگاه جدید خیلی سرگن، سه سوته اومد دیدی؟ آره. به میگن قهوه ترک، با اینکه ربطی به قهوه ترک اصلا نداره. چند وقت پیش یکی از دوستم رفته بود یونان، میره یه قهوه یونانی سفارش میده، وقتی قهوه میاد میبینه قهوه ترکه. این یعنی اگه یکی از یونان بیاد قهوه ترک بخواد اون سفارش بده، میبینه که قهوه یونانیه. حالا بیا بهش توضیح بده. ریشه همشون از یمنه. خیلی مسخره است، چرا جداشون میکنی؟ چرا آخه نمیفهمم، همینطوری بره دیگه، قهوه است دیگه. راستش خاله خندان خیلی از شما برام تعریف کرد، عکستونم نشون داد، یعنی پسندیدم. ما نی برای ازدواج نداریم، اگرم به تفاهم نرسیدیم خب بعدش طلاق میگیم. دلیلی نداره تفاهم نداشته باشیم، به نظرم خیلی هم خوب با هم کنار میایم. خوبه، تو آدم بسازی به نظر میای. من خیلی میسازم. آره ما خانوادگی کلا میسازیم، ما هممون همینجوری ازدواج میکنیم. همتون؟ آره هممون، ما رسممون همینه، یعنی خواستگاری سنتی جزء رسوماتمونه. طبق این آماری ازدواج به روش سنتی 85% احتمال طلاق و کاهش میده و زوجین تفاهم خیلی بیشتری با هم دیگه دارن. ما هم همین آمار رو اثبات کردیم، ما ازدواجای موفق خیلی زیادی داشتیم، اصلا طلاقی نداریم. ولی من فکر نکنم طلاق شکست به نظر بیاد، مگه نه؟ درست نمیشه گفت شکست، ولی خب از اون برم موفقیت هم نمیشه گفت، نه؟ خب طلاق مثل ازدواج کاملا طبیعیه دیگه. درسته، طبیعیه، راست میگی. آره طبیعیه. بله. سوال دیگه ای نداری؟ نه، خاله خندان همه چیزو به هم گفت. چقدر خوب، چقدر خوب. تو شغل چیه؟ من از خاله خندان نپرسیدم. من زیورالات میفروشم. زیورالات میفروشی، چه عالی. مغازه‌ام داری؟ نه، اینترنتی. اینترنتی، ها. فروشش خوبه؟ آره خوبه، بالاخره دست‌سازه دیگه. چیزی واسه خودت میمونه یعنی؟ آره، بد نیست. آها، باش، موفق باشی. البته مغازه پدرم هم هست، تو طول روزم مغازه. مغازه خلوتی، تو هم میخوای خودتو سرگرم کنی دیگه، با منجق و ملیله و اینا دیگه. نه، نمیتونی بزنی بره بفروشی. نه، اینطوری نیست، من طراحی جواهرات خوندم. مگه رشته داره؟ آره دیگه، هر چیزی یه رشته ای داره. میدونی چیه؟ خیلی منطقیه. فکر هر کی بوده واقعا دمش گرم، به نظر منم باید همچین رشته دانشگاهی داشته باشه. اینطوری همه چارچوب کاریو که انجام میدن میدونن و روش درست کارو یاد میگیرن، اصولی یاد میگیرن دیگه. به نظر من خیلی خوبه، کار پسندیده. اما برای مثال مغازه پشم فروشی رو تصور کن، به خاطر چین به این روز افتاده، چون که چین کل بازار مال خودش کرده، جارو کرده برده، پولیور شده 10 لیر. آخه با 10 لیر میشه پولیور درست کرد؟ نمیشه دیگه. کارو برای تو چطوره؟ خوبه، عالیه. من تو کار مرغم، مرغ پخته خوبه، فقط یکم بوش بده، به غیر از این کار خوبیه. ببینم مگه هواکش نداره؟ چرا داره، ولی از یه جایی به بعد دیگه عادت میکنیم دیگه. بوی مرغ پخته که مسئله ای نیست اخه. ببین بینی من نمیتونه به بوی مرغ پخته عادت کنه دیگه. نمیدونم میخوای دوش بگیری، میخوای به خودت عطر بزنی یا چی، ولی تا من عادت کنم یکم طول میکشه، باید فکری براش بکنی. من دوش میگیرم، نه عطرم میزنم، چند تا عطر دارم تا 3 روز بوش میمونه، اونا رو میزنم. اصلا نگران بو اینا نباش، نه من اون مسئله رو حل کردم، یعنی آدم خیلی تمیزیم، خیلی راحت. انگار میخوای یه چیزی بگی ولی نمیتونی. نه راستش من سر بعضی چیزا یکم وسواس دارم، موندم بگم یا نه، یکم دودل شدم. نه بگو خواهش میکنم، وارد مسئله دیگه شدیم، خوبه باید بگیم. خواستم یه وقت ناراحتی پیش نیاد. نه بابا چه ناراحتی، ای بابا من آدم آرومیم. راستش به نظر من این مدل عینک خیلی حال به هم زنه، شیشه قهوه‌ای راستش رو بخوای اصلا به این قاب نیومده، به نظرم
دنبال یه عینک بدون قاب بگرد. من میخواستم هرچه زودتر عمل کنم، یعنی برم دنبالش کاراشو کنم. میگن این عمل ریسک داره، ولی هر جور خودت راحتی. من از این لحظه به بعد دیگه هیچی اصلا برام مهم نیست. چشم عمل میکنم که خیال همه راحت بشه. نظر منی. آخه اگه عمل چاره ای کار بود که دکترها خودشون چشمشون عمل میکردن. یعنی به نظرم به ریسکش نمیارزه. پس همون عینک بدون شیشه کار منو را میندازه دیگه. من همین کارو کنم خوبه پس. فکر کنم نه. باشه. و اینکه این پیراهن چارخونه با پلیور یقه هفت خیلی رو مخ منه. از وقتی اومدم همش نوک زبونم هی میخوام بگم ولی نمیتونم، قشنگ اعصابمو خرد کرده، روانم به هم ریخته. باشه حالا اینم در میارم، اعصابت خرد نشه، فقط اونم عوض میکنم دیگه، هم ازش ندارم اصلا، همه پلیورای من یقهشون تو اینجاست. اینکه من که هیچ میندازم دور، همه چی میندازم دور، خیالت راحت، لخت میشنم اینجا. ببینم تو چه چیزایی برات خیلی مهمه، بهم بگو که از این به بعد بیشتر دقت کنم. من از موهای رنگ شده خوشم نمیاد. خب من چند تا موی سفید دارم، به خاطر همین رنگشون کردم. بازم از موی رنگ شده خوشم نمیاد، ضرر داره. نه من از رنگ طبیعی استفاده میکنم، اصلا ضرر نداره. خب بازم ضرر داره، به خاطر همینم نمیخوام موهاتو رنگ کنی. نه خیرم، رنگ میکنم. باشه، مثل اینکه اصلا حرفای من مهم نیست برای تو. خب به نظرم یه چیز دیگه بخوام، من اون کارو انجام میدم. ماتیک هم نباید بزنیم. خب باشه، منم که نزدم. باشه، بازم شبیه اونایی هستی که انگار میزنن، واسه همینم دوست ندارم بزنی. بالاخره لوازم آرایشی رو کوسه و دلفین اون تست میکنن، روغن کوسه توشون هست، روغن دلفین توشون هست، نمیخوام اصلا. من خیلی دلفینا رو دوست دارم. واقعا؟ آره. وای منم عاشقشونم راستش. اگه فقط یه چیز تو زندگی برام مهم باشه اون دلفینان. میدونی من یه پیژامه دلفینی خریدم، حالا میبینیش. ان شاء الله. آره. منم خیلی دوستشون دارم. چقدر خوشحال شدم. دلفین ها نقطه مشترک همون شدن. تو خروپوف هم میکنی؟ خب مثل همه خروپوف میکنم دیگه. بوی پا چی؟ یه وقتایی همچین، یه ذره کوچولو موچولو. یعنی چی یه وقتایی؟ وقتی که خیلی دویدم دیگه، یا مثلا وقتی که میرم هفت‌سنگ بازی کنم اون موقع. یعنی چی؟ مگه کسی به سن و سال تو هم میره هفت‌سنگ بازی میکنه؟ چه کاره یه بی خودی؟ اصلا اومدیم و افتادی پا شکست، اون وقت درد سرش میمونه برای من. اینا کاری جالبی نیست، به نظرم اصلا نباید بریم. عزیزم تو نخوای نمیرم که. دوستام صدام میکنن دیگه، تعدادشون کمه، من میرم آدم کم نیارم، ولی اگه تو نخوای باشه نمیرم. نه نمیخواد. نه نه بهشون میگم خانم من اصلا نه، اینا به درد نمیخورم. خب به نظرم تو اصول اولیه به توافق رسیدیم. آره به توافق رسیدیم، خیلی هم عالی. زنده باد. هی یوفیق، خوش اومدی. خوش باشی. چه خبر؟ هیچی، سلامتی. خیلی این خبر خوشحالم کرد، اصلا باورت نمیشه. حالا فکرشو بکن من چقدر خوشحال شدم. بیا. من به چی گفتم؟ گفتم پسر میشه، نگفتم؟ گفتم دیگه. آره گفته بودی. پس یعنی درست حد زدم. آفرین عزیزم، همینطوری یه چیزی گفتی و درست از آب در اومد. همینطوری نگفتم، حس کردم. آها باشه. دکتر چی گفت؟ همون چیزایی که پای تلفن بهت گفتم دیگه. خدا رو شکر بچه سالمه. پسره. و اینکه خیلی آب خوردم، اسید میوه تو بدنم ذخیره شده. تو آزمایشت مشخص شد؟ آره. مگه نه؟ چطوری همه چی رو انقدر سری میفهمم؟ دیگه؟ دیگه چیزی نگفتم. این چیه؟ بامیه خریدم جشن بگیری. واقعا؟ آره. دسر مورد علاقه من، عالیه. بیا دختر، بیا. خلالم هست. وای سلام، میرم یه چنگال میارم، دستمون کثیف نشه یه وقت. نه بابا، چنگال میخوایم چیکار؟ عزیزم اگه چی میشه؟ حالا میرم میارم دیگه. حالا الان ظرف کثیف نکن، ببین خودشون خلال چوبی گذاشتن دیگه، تو بسته بندی بهداشتیه، بدون دخالت دست، نه؟ خیلی خوب باشه. یه دستمال بهم میدی؟
بفرمایید. از اونجایی که جنسیتش مشخص شده اسمش هم باید مشخص شه. اسم بابا بزرگم، دلم میخواد اون اسمو بذارم. به نظرم خیلی اون اسم به دل نمیشینه. چرا به مرور زمان میشینه؟ بعدم این که چطور بگم، بعدم بچه رو تو مدرسه مسخره میکنن. چرا مسخرش کنن؟ آخه چه میدونم، اسم خیلی طولانی، آدم تا کاملش رو بگه نفسش بند میاد. تو هنوز به خاطر اون قضیه نمیخوای؟ آره، راستش از این که اسم نامزد سابقت رو پسرمون باشه خوشم نمیاد. اون اسم پدر بزرگمه، تو هم گیر دادی یا؟ گیر ندادم عزیزم، گیر ندادم. تو گیر دادی، از بس به من گفتی گیر نده. وقتی اون اسمو میشنوم یاد نامزد سابقت میافتم. خب چرا یاد اون میافتی؟ معلومه دیگه، اون اسمو که میشنوم قیافه نامزد سابقت میاد جلوی چشم. عزیزم آخه چرا قیافه اون میاد جلوی چشمت؟ چون مرد خیلی خوشتیپی بود. میدونی چیه، پدر بزرگمم خیلی خوشتیپ بود. پس نتیجه میگیریم آدمایی که اون اسمو دارن خوشتیپ. این یعنی پسر ما هم خیلی خوشتیپ میشه. وایسا ببینم، ممکنه اسم رو ژن و ژنم روی اسم تأثیر بذاره؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. رفیق، بازم که پارچو پر نکردی. تا اومدم پرش کنم تلفنم زنگ خورد. خب آخه همیشه من دارم پرش میکنم، پس نه بابا، منم بعضی وقتا پرش میکنم. نه خیرم، اصلا پر نمیکنی. میری آشپزخونه آب میخوری، پارچو خالی میکنی یا میذاریش اونجا. یه لحظه وایسا، دارم تلاش میکنم یه چیزی بنویسم، دارم فکر میکنم. ای وای، به ماهیام غذا ندادی که؟ تا اومدم بدم تلفنم زنگ خورد، یادم رفت. بیچاره کل روز گرسنه مونده. اومدم بدم، بعد گفتم عایشه که دیروز غذا داد، یعنی میخواستم بدم ولی گفتم بالاخره هرچی نباشه عایشه دیروز غذا داده. منم با خودم گفتم غذا داده دیگه، نمیخواد من غذا بدم. نیازی نیست، مسئله این نیست که تو غذا بدی یا من. عایشه خیلی داری بزرگش. نه خیر، اینطور نیست. تو هم به گلای من آب نمیدی، من اصلا به رود میارم. این دوتا یه چیزن نیستن. وفیق کجاش یکی؟ اگه ماهی یه روز غذا نخوره میمیره، ولی اگه گل یه روز آب بهش ندی اتفاقی نمیفته. من دلم میخواد گربه یا سگ نگه دارم، ولی به خاطر اینکه تو گل و گیاه داری نمیتونم این کارو کنم. گفتم حداقل یه ماهی بگیرم، با این کارا تو اونا رو بکشتن. الان مشکلت اینه؟ با اینکه من گل و گیاه دوست دارم مشکل داری؟ به خاطر اینکه نمیتونی حیوان نگهداری سگ نگهداری؟ آره؟ مسئله حیوانا نیستن، مسئله مسئولیت پذیری توئه که تو هم یه گوشه کارو بگیری. میری دوش میگیری و میای حوله خیسو میذاری وسط تخت، بعد تخت بو میگیره، خیلی شلخته ای. داری خودتو خالی میکنی، بگو بگو. جوراباتم هست، همه جا پر جورابه، از همه جا جوراب تو در میاد، از تو حیاط، از تو بالکن، از تو حموم، از روی میز، از زیر میز، از رو پیشکون، از همه جا باید جورابه تو رو جمع کنم. تو از من خواستی اتو رو آب کنم، منم حواسم نبود تا اتو رو پر کنم، جورابامو گذاشتم رو پیشخون، ولی بعدش برش داشتم. اونم یه مشکل دیگه است، چون به جای آب تصفیه شده به آب معمولی پر میکنی. عایشه، حالا آب معمولی یا آب تصفیه شده چه فرقی داره؟ لکه میشه لکه. آب معمولی لکهش میمونه، ولی آب تصفیه شده نباشه. آب معمولی لکه های سفید ریز میندازه، منم اعصابم خورد میشه. اون لکه های سفید واسه کی مهمه آخه؟ برای من مهمه. دارم ازت یه خواهش میکنم که حواستو جمع کنی، دقت کنی، ولی همش میگی آیش من این کارو کردم و اون کارو کردم. همش من حساس نیستم. من حساس نیستم دیگه. باشه، پس یعنی من به اندازه کافی حساس نیستم، پس بیا جدا شیم هایش، این قضیه رو همینجا تمومش کنیم و بچه‌رم سخت میکنی. تموم. یعنی چی حالا؟ چی یعنی چی حالا؟ منو نمیپسندی، منو نمیخوای دیگه، منم میگم جدا شی. چه خبر وفیق؟ عایشه کجاست؟ قربان، عایشه بالاست، امروز رفت دکتر، بچم سالمه. عایشه دخترم بیا پایین ببینم. بفرمایین قربان. بشین. من شما رو با هم آشنا کردم، ولی به نظر من زوج مناسبی نیستین. ما خیلی مناسبه همیم. مثل در و تخته میمونیم. دقیقا مثل در و تخته میمونیم، خیلی با هم جوریم. لطفا ما رو جدا نکنید.
لطفاً عایشه را از من جدا نکنین. شما رو زیر نظر داریم، بررسی میکنیم، آزمایش میکنیم. حالا چی کار کنی؟ یعنی جدا میشیم؟ اینا رو جمع کنین. قربان، من بچه‌شو باردارم، لطفاً این کارو نکنی. بله دخترم، تو بارداری. ولی خوب قربان، ما خیلی خوب با هم کنار میایم، واقعاً میگم. مطمئنی؟ مطمئنیم. یعنی مطمئن. آره آره، خیلی مطمئنی. باشه پس، منم یه فرصت دیگه بهتون میدم، ولی اگه این دفعه دعوا کنین همه چی تموم میشه. فهمیدین یا نه؟ ما که دعوا نمی کنیم. نه، ما اصلا دعوا نمی کنیم. شما بهترین اتفاق زندگی ما هستین آقای دکتر. داروهاتونو می خورین دیگه، مگه نه؟ بله قربان. بله قربان. بله. خوبه خوبه، ادامه بدین. به جای بامیه بهشون کیک کدو حلوایی بدی. ببینیم چه عکس العملی نشون میدن. به مرور زمان عادت میکنی. حاجی به خدا یه روز این شوخیات منو به کشتن میدن. خواستم بترسونمه. نکن دیگه، چرا از این کارا میکنی؟ چی بگم آخه؟ به نظرت بهتر نمیشه اگه به جای این کارا اسممو صدا کنی؟ یکم بیشتر به هم محبت کنی؟ راست میگی، اصلا به فکر خودم نرسیده بود. آخه این چه کاریه وسط این همه آدم؟ باشه ببخشید، بیا اینجا. نمیخوام، لازم نکرده. تو یکم استرس داری؟ نه، ولی یکم نگران به نظر میای. آخه محیط به این قشنگی، آهنگ به این قشنگی. روی لباسم نوشیدنی ریخته، دستمال داری؟ نه، میرم بیارم. ولش کن، بیا، چیزی نریخته، ولش کن. چه خبر؟ سلامتی؟ خیلی منتظر موندی؟ نه، برو یه نوشیدنی بردار. بر میدارم. نقاشی‌ها چطوره؟ همشونو دیدی؟ راستش، از چیزی که توقع داشتم خیلی بهتره. مثلا اینو ببین، این خیلی محشره. محشره؟ آره، حرکت قلمو رو ببین، بیشتر کارهای نمایشگاه حالت گرافیکی داره، ولی این یکی به نظرم عالی کار کرده. چی؟ گرافیک شادیه؟ همه جا از اینه هست، فکر کنم مود شده. شاید، ولی اینطوری انگار همش کامپیوتریه. نه بابا، مگه الکی همش کامپیوتری باشه؟ البته ممکنه، چون خیلی کارو جذاب میکنه. وقتی گرافیک میاد تو کار من زیاد به دلم نمیشینه. خب احساس میکنم یه کاریه که همه میتونن انجامش بدن. به نظرم خیلی راحت میشه اینا رو کپی کرد. ببین، وقتی به نفعی تولیدش فکر میکنم انگار که مصنوعیه. حالا ممکنه یکم بیرحمانه نظر داده باشم. نه اجابه بده. ببین، نمیتونم بگم نقاشی حرف خاصی داره. خب حتمانم که نباید حرف خاصی داشته باشه، ولی خب چه میدونم، یا کج بکش یا صاف بکش یا شکسته بکش، ولی از این کارا نکن. کار تو درست انجام بده دیگه. مثلا نقاشی، خب حالا باشه، ترکیب بندی، استفاده از رنگ، تناسب آنی، ولی این فیگورا، اینا رو نکش دیگه رفیق. برای چی اینا رو میکشی؟ اونا بی خودی هم. کادر گزید گون. کادر؟ آره، کار کادر. کادرم کار داره؟ چی؟ تو خبر داشتی؟ از کجا باید خبردار می شدم؟ الان دیدم، تعجب کردم. از کارش خوشت اومد؟ قشنگه؟ آره خیلی خوشم اومد، فوق‌العاده. خیلی خوشت اومده؟ خب پس بریم تبریک بگیم و سلام علیک کنیم. بیا ببینم اینجاست، همین دورو برا باید باشه. نه بابا، اینجا نیست. اگه اینجا بود که از جلوی چشم در نمی رفت. در نمی رفت؟
در نمیرم، داره راست میگی. مگه میشه نامزد سابق آدم یه جا باشه آدم عزیزم. از جلوی چشمش در بره؟ عشقم، من منظورم اون نبود. آفرین هادی، بدجوری گند زدی تو اعصابم. آفرین عزیزم، من چرا باید اعصاب تو خرد کنم؟ ای بابا، گفتن نمایشگاه است، اومدیم دیگه، داریم میگردیم، نوشیدنیمونو میخوریم. بعدم میشه یه چیزی بگم؟ فقط این قشنگ نیست، بقیه کارم قشنگه. مثلا اینم قشنگه. کو آها، این اینو کی کشیده؟ خیلی قشنگه. ای بابا، اینم کار کادره. تو هم فقط کارای اونو بپسند، از همه کارای اون خوشت بیاد. بابا من، تو مگه نمیدونی این زن چقدر میره رو اعصابم؟ میدونم. چرا منو میاری اینجا با اینکه میدونی کاراش اینجا نمایش داده میشه؟ یکم آروم باش، خواهش میکنم. آرومم، به اندازه کافی آرومم. منو ببین، تو که از گرافیک خوشت نمیاد. خب خوشم نمیاد، کی گفته خوشم میاد؟ خوشت میاد، خودت گفتی همین الان خوشت من اومد. چی گفتم؟ خودت گفتی این خیلی قشنگه. من گفتم؟ بابا من همینطوری یه چیزی گفتم که بگذره. همینطوری یه چیزی گفتی. همینطوری یه چیزی گفتی. اینو ببین. اینو میبینی؟ اینو میبینی؟ نه رنگ داره نه خلاقیت، هیچ گند خاصی نیست. بعد تو از این خوشت میاد. عشقم چرا چرا همه اینطوری حرف میزنی؟ حرف میزنیم، باید حرف بزنیم. دارم نظر میدم. نظر بده ولی یکم آروم‌تر نظر بده. لطفاً منو اینقدر نکش. هی بابا، چی شو داشتی از بدیای کار گرافیک میگفتی؟ الان چی تغییر کرد؟ چی تغییر کرد؟ نفهمیدم. تو از این کار خوشت نیومد؟ نه، از چیه این خوشم بیاد؟ این نقاشی گنده خالصه، کل این نمایشگاه گنده. من چرا اومدم اینجا؟ یه چیزی بگم؟ الان قشنگ معلوم شد چرا منو آوردی اینجا. چی معلوم شد؟ تو از نقاشی من خوشت نمیاد. بله، تو از نقاشی من خوشت نمیاد، به خاطر همینه من آوردی الان اینجا. الان داری چرت و پرت. دارم چرت و پرت میگم؟ کاملا داری چرت و پرت. کاملا دارم چرت و پرت میگم. نه ها، دلت براش تنگ شده ها؟ واسه همین اومدیم اینجا، واسه اینکه شاید لحظه ببینیش. من اصلا نمیفهمم چطوری بحثمون به اینجا کشی. تو من آوردی اینجا، گفتی بریم نمایشگاه، بعدش میریم دور میزنیم. گفتی یا نه گفتی؟ خب آره گفتم. نقشه کشیدین، هماهنگ کردین با هم، همه اینا رو از قبل با کادر برنامه‌ریزی کردین، درسته؟ میشه بگی؟ عصبانی نمیشم، بگو عصبانی نمیشم، حرف بزن. عشقم بیا بریم بیرون، دیگه همه دارن به ما نگاه میکنن. خب نگاه کنن، همه باید به همون نگاه کنن. چی میشه مگه؟ همه اول به این نقاشی های آشغال نگاه کنن، بعدش به ما نگاه کنن. نگاه کنید دیگه، چیه خانوم؟ این کارهای مسخره رو تماشا کنین، مثل آشغال میمونن، میشنن پای کامپیوتر میکشن، بعد اسمشو میذارن اثر هنری. اینا همش واسه پوله، واسه پول. به چی داری نگاه میکنی؟ دارم حرف میزنم، چرا حرفمو قطع میکنی؟ منم کاراتو درک نمیکنم. فقط ازم پرسید رابطتون چطور پیش میره، منم گفتم همش داریم دعوا میکنیم. واقعا همچی حرفی زدی؟ گفتی دعوا میکنی؟ نه بابا، برای چی باید همچی نرفی بسنم؟ چون از تو بعید نیست. ای بابا، من برای چی باید همچی نرفی بسنم؟ چرا به تو زنگ میزنه؟ چرا باید به تو زنگ بزنه؟ چه میدونم، احساس مسئولیت میکنه. چه احساس مسئولیتی؟ ما رو با هم آشنا کرد و رفت، این چه احساس مسئولیتی که تمامی نداره؟ من چه میدونم؟ خستم کرده دیگه، بهجور خستم کرده. از نوشیدنی خوشت نیومد؟ اصلا خوشم نیومد. حال به هم زنه. من که خودشم اومد. برای خب نوشیدنی ارزون میدن، ارزونه. ولی پیدا کردن یه نوشیدنی که سگو از پا در بیاره سخته. مثالیه؟ یعنی چی سگو از پا در بیاره؟ این چه مثال زشتیه؟ خدا اون کسایی که سگو رو از پا در میارن لعنت کنه. ولی این نمایشگاه همیشه همینه، این سالن همیشه همینه. مزخرف‌ترین نوشیدنی رو میدن دست ملت، بعد میگن چرا کسی نمیاد. تو نمایشگاه مگس پر نمیزنه. معلومه چرا مگس تو نمایشگاه پر نمیزنه دیگه. به هنرمند احترام نذار، بهشون ارزش نده، بعد بگو چرا نمیاد. نوشیدنی برات بیارم؟ از من بپرسید دیگه نمیام اینجا. بذار برم بیارم. من دیگه نمیام اینجا. کسی نمیتونه منو به زور بیاره اینجا. زینب، تک و تنها اینجا چی کار میکنی؟ ما با هادی اومدیم نمایشگاه رو ببینیم. هادی هم توه. تو اینجا چی کار میکنی؟ تازه دارم میرم سراغ موتورم. باشه، پس برو دیگه. برو، برو دیگه. چی کار کردی؟ تابلو رو تموم کردی؟ خب باشه، معذرت میخوام. واسه چی اینقدر کشش میدی؟ این موضوع تموم شد و رفت، بیخیال شد دیگه. کشش نمیدم، کشش نمیدم. میشه از اینجا بری لطفا؟ نمیخوام باز حرف بزنم. اگه میخوای قبول نکن، ولی تو هم مقصری.
منم مقصرم. آره، ولی اونی که منو گول زد تویی. من چرا باید تو رو گول یعنی بزنم؟ یعنی چی من چرا باید تو رو گول بزنم؟ از اول میگفتی کی هستی؟ من میدونستم باید چیکار کنم. من وایسادم اونجا، تو اومدی نزدیکم، میخواستی با هم حرف بزنی. حالا شد تقصیر من؟ نه، میتونستیم مانع بشیم. من چرا باید مانع میشدم؟ اونی که نزدیک میشه تویی، اونی که میخواد نزدیک بشه تویی. اون وقت دلت میخواد من باید حرف نزنم؟ یعنی چی آخه؟ ساکت شو دیگه، ساکت شو. باز خدا رو شکر هادی خبر نداره. از چی خبر نداره؟ یعنی چی؟ تو بهش گفتی؟ معلومه که بهش گفتم. چطوری میتونی بگی؟ کاملا عادی، مثل یه آدم دیگه. چی گفتی؟ همون صبح وقتی از خواب بیدار شدم. چی گفتی بهش؟ گفتم چه اتفاقی افتاده. اون چی گفت؟ چیزی نگفت، گفت پیش میاد. تو چه آدم عوضی هستی آخه؟ تو چقدر کثیفی؟ ببین منو تو چه وضعیتی انداختی؟ اصلا نمیفهمم چرا انقدری بزرگش میکنی. یعنی چی که دارم بزرگش میکنم؟ نگفته که. نگفته. به نظر تو میگه نگفته. بعدش اصلا با هم حرف نزدین؟ خب بالاخره عادیه دیگه. ما خیلی به هم شباهت داریم. واقعا میگم. یادم یه استاد داشتیم. من همینطوری نشسته بودم و اومد از پشت هی میزد بهم. گفتم آخه استاد واسه چی داری میزنی؟ نگو فکر کرده من هادی هم واسه همینم داره میزنه. من اصلا درک نمیکنم شما چرا انقدر با این قضیه عادی برخورد میکنی. چرا؟ چیه مگه؟ عادیه. خب اولین بارمون که نیست. یعنی چی اولین بار که نیست؟ پس تو خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ عادی سر فرصت بدم. نه خیر، تو باید بگی. میشه بگی؟ از چی خبر ندارم؟ میشه بگی؟ ذوقم کور شد. الو یکتا، چی کار داری میکنین داداش؟ الو یکتا، پسر تو اونجایی؟ صدامو میشنوی؟ بردار دیگه پسر. چطه جمال؟ چی کار داری میکنی تو؟ هیچی. تو چی کار میکنی؟ منم کار خاصی نمیکنم. میخوای چی کار کنم؟ نشستم. تو چی؟ منم نشستم، دارم مسابقه رو میبینم. ای بلا گرفته، چه مسابقه یان؟ برقا که رفت. اینجا هم برقا رفت. آشغالو معلوم نیست چی کار دارم میکنن، هی برق میره. جمال، به جنراتور یه نگاهی میندازی یا خودم برم؟ من میرم بابا، تو به کارت برس. دمت گرم، ممنون. لاریسا؟ سلام یکتا. تو چطوری اینجا رو پیدا کردی؟ آبجی سوی من آورد. ای بابا، باز خوبه تو تاریکی نخوردی زمین. خب زنگ میزدی میومدم دنبالت. خیالت راحت، گوشیم چرا قوه داره. بیا تو بیرون سرده. سرما نه، آبجی سوی منتظرمه. خب اونم بیا تو، چرا نمیاد؟ از ماشین پیاده نشد. نکنه اتفاق خاصی افتاده. مامانم به آبجی سویم زنگ زد. ای بابا بس دیگه، آبجی سویم این ور آبجی سویم، اون ور آبجی سویم، چه آبجی سویم یا آخه؟ تمومش کن دیگه. یکتا چرا داد میزنی؟ باشه آبجی سویم باعث خیر شد، خوبه، ولی دیگه نباید سر هر مسئله بهش زنگ بزنی که. خواهر من گم شده، من چی میگم تو چی میگی؟ یعنی چی گم شده؟ به خاطر اینکه من ازشون دورم بهم نگفتن. دو هفته از گم شده، از خونه رفته بیرون، دیگه هم برنگشته. خب مگه پلیس دنبالش نیست؟ چرا، پلیس دنبالشه، دارن میگردن. ای بابا. یک تا ممکنه من دیگه بر نگردم. یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست کی برگردم، تو منتظرم نمون. منتظرت میمونم؟ چرا نمونم؟ خب این چه حرفی آخه؟ نه، این به صلاح هر دومونه. اون وقت آبجی سویم چی میگه؟ خوش باشی. من لاریسا. لاریسا وایسا، خواهش میکنم نرو. باید برم. باشه برو، ولی بعدن باز برگرد. تو چته؟ مرد گنده یا مثلا؟ لاریسا یه وقتی که میبینه درد سر میشه، بیا تو دو دقیقه حرف بزنی. باشه لاریسا. لاریسا من بهت نیاز دارم.
هنوز دو هفته هم نیست با هم آشنا شدیم، چه نیازی؟ ببین من بعد از اینکه با تو آشنا شدم میتونم بخوابم. بیخوابی داشتی؟ نه اونطوری که فکر میکنی نیست، مشکل من یه چیز دیگه است. چه فرقی داره؟ من به خواب نیازی ندارم. آب بخور، شیر بخور، یه کاری بکن. آدم بدون خواب نمیتونه زنده بمونه. چطور بگم؟ نمیدونم. مثلا اگه 24 ساعت نخوابم اصلا خوابم نمیاد. آدم اگه نخوابه زنده نمیمونه. چشمامو میبندم این که من استراحت کنم، ولی تو طول روز حتی چرت هم نمیزنم. مثلا همه صدا رو میشنوم. 40 ساعت، 50 ساعت بیدار بمونم هیچی نمیشه. باشه، ببین من واقعا باید برم. خب سر به سرم نذار. روزی که آبجی سفی ما رو با هم آشنا کرد بعدش رفتم خونه، به تو فکر میکردم، یه حسی بهم دست داد، گریم گرفت. بعد یه دفعه رفتم تو فکر و خیال، یه وقتی به خودم اومدم دیدم 4 ساعت خوابم، بیدار که شدم اذان صبح بود. تو به آرامش میدی لاریسا. خواهش میکنم نرو. یکتا، تو آدم خیلی خوبی هستی، مثل فرشته ها میمونی. تو هم همینطور. ولی خواهش میکنم درکم کن، من باید برم. من آدمی به خوبی تو ندیدم، ولی خواهش میکنم تو هم درکم کن. الو یکتا، من ردیفش کردم، حل دیگه. الو یکتا، الو با تو هم پسر. خودتو بذار جای من. مریم ها؟ اصلا فکر کردی چرا همش من روی این نیمکت میشینم؟ نه. میدونی چیه؟ منظره اینجا خیلی قشنگه. من قبلا میمدم میشستم اینجا و این منظره زیبا رو تماشا میکردم. یه دریای آبی رنگ، یه خورشید که پشت ابرا پنهان شده و از هر طرفی میتونه نورشو به ما برسونه. چقدر قشنگ حرف میزنی، مثل شیر. بعدش پرنده ها رو سطح دریا پرواز میکنن، انگار میرقصن. وقت مهاجرت نیست، فقط میخوان به ما سلام کنن، میخوان عشق و محبت ما رو دریافت کنن. تو هم دلت میخواست اینا رو ببینی مگه نه؟ آخه کی دلش نمیخواد؟ مریم منم دلم میخواد، این زیبایی ها رو قبلا دیدم اما بازم دلم میخواد ببینم. ولی به لطف تو من حس میکنم واقعا دیدمشون. من خیلی زن خوششانسی. من واقعا دلم میخواد ببینم مریم. امروز اینو فهمیدم. این حرفایی که میزنی چطور ممکنه؟ یه دوستی دارم تو ایتالیا، دکتره، تو هم میشناسیش. امروز به هم زنگ زد. داری میری اونجا؟ تا 80% آمارو افزایش دادن. یعنی داری میری؟ 2 ماه پیش روی آدم 26 ساله آزمایش شده، بعد از عمل تونسته حروف و اعدادو ببینه. خب دیگه بهم گفت اگه بخوای میتونم بذارمت تو نوبت. اون وقت تو چی گفتی؟ گفتم فردا تصمیم میگیرم. مریم خودتو بذار جای من،
فکر کن چیزی که قبلا بهت داده بودن رو ازت بگیرن. میدونم این برات خیلی بی‌معنی و غیر منطقیه، اما برای من خیلی دردناکه. کاش منم مثل تو هیچ وقت این زیبایی رو ندیده بودم. من به تو حق میدم علی، به خدا جدی میگم، من تو رو میفهمم، تو حق داری. همه ی آرزوی من اینه که دوباره چشمامو باز کنم و با تو به زندگیم ادامه بدم مریم. البته اگه منتظرم بمونی. و بعدش؟ ازدواج میکنیم. من منتظر نمیمونم. خب چرا؟ چون نمیای. منم بودم به احتمال زیاد نمیومدم. برای چی باید یه زن کور رو بخوای؟ برای چی؟ مریم تو داری گریه میکنی؟ خواهش میکنم گریه نکن. مریم گریه نکن. مریم بیچارهی که همش باید قوی باشه، مریم بینوایی که باید همه چی رو تحمل کنی. مریم خواهش میکنم، برو یه زندگی جدید برای خودت بساز. مریم خواهش میکنم اینطوری حرف نزن. کاش از اول گفته بودی که قصد داری عمل کنی و میخوای بری یه جای دور. اینطوری من بازم به تو حق میدادم. مریم خواهش میکنم یه لحظه به حرفم گوش کن لطفا. باشه میشنوم. مریم من تو رو خیلی دوست دارم، میدونم تو هم منو دوست داری، ولی این آخرین فرصت منه. مریم داری میری؟ مریم نرو. مریم نرو. مریم کات فیلمو بفرستین. بفرمایید استاد. من چطور بذار اول فیلمو ببینم؟ ولی به نظر من خیلی خوب بودی. یعنی بازم میخواییم ضبط کنیم استاد؟ پسر جان اول بذار ببینم چی شده. چشم استاد. دوستان ویدیو رو بفرستید دیگه. یه ماشین اسپورت انداخته زیر پاش، واسه همین ایتالی با غرور راه میره. فقط دنبال معلومه نالن، از اینا هیچی در نمیاد. مریم ها، اصلا فکر کردی چرا همش من روی این نیمکت میشینم؟ نه. میدونی چیه؟ منظره اینجا خیلی قشنگه. من قبلا میمدم میشستم اینجا و این منظره زیبا رو تماشا میکردم. یه دریای آبی رنگ، یه خورشید که پشت ابرا پنهان شده و از هر طرفی میتونه نورشو به ما برسونه. چقدر قشنگ حرف میزنی، مثل شعر. خوبه، خیلی خوبه، زاویهش عالی شده. بعدش پرنده ها رو سطح دریا پرواز میکنن. اینجا که چشماتو باز کردی، اینجا مخصوصا این قسمت، فقط میخوام به ما سلام. خیلی جالب شد. تماشا چی اینجا باهات همدردی میکنن. تو هم دلت میخواست اینو ببینی مگه؟ اینجا عاشقت میشم. کی دلش نمیاد؟ مریم منم دلم میخواد. این زیبایی رو قبلا دیدم، اما بازم دلم میخواد. من حس میکنم واقعا دیدم ایشون. من واقعا زن خوششانسی. این نگاه واقعا قشنگه. من واقعا دلم میخواد ببینم مریم. خیلی خوب. امروز اینو فهمیدم. این حرفایی که میزنی چطور ممکنه ها؟ یه دوستی دارم تو ایتالیا، دکتره، تو هم میشناسیش. امروز بهم زنگ زد. کی میخوان غذا بدن؟ از گشنگی مردم. نمیدونم، احتمالاً یکم دیگه غذا میدن. یه چیزی بگم، فکر کنم اینا با هم در ارتباطن. شما زنا هم که فقط بلدید غیبت کنید. زنا میفهمن. مدیر برنامه این دختره با هم آشناشون کرده. مدیر برنامه؟ آره، یه بار اومد سر زد، مگه ندیدی؟ نه بابا، من کجا؟ دنیرو کجا؟ این حرفا چیه بابا؟ استاد اول از همه تون صداتون خیلی قشنگه، حالت صورتتونم واقعا طبیعی و ساده است. خیلی ممنون، خجالت هم میدی. راستش تو کارهای قبلی هم تو رو در نظر داشتم، ولی خب قسمت به این فیلم شد دیگه. دست عزلم درد نکنه، وقتی گفتش که یه همچین فیلمی هست قبول کردم. دلم میخواست با کارگردان ماهری مثل شما کار بکنه. نه بابا، اونقدر ماهر نیستیم، هنوز اول راهی. من قبل از اینکه بازیگری شروع بکنم شما رو دنبال میکردم، همه یه فیلم ها و سریالاتون هم تماشا کردم، مخصوصا اون دوتا فیلم اولتون. خیلی ممنونم. و بعدم نگاهتون، انگار چشماتون از تلویزیون در میاد و
روی مخاطب تاثیر میذاره. چشمای تو هم خیلی قشنگه. اینطور میگه. نگاهشون که میکنی غرقشون میشی. اگه جای شخصیت فیلم بودی منتظر علی میموندی یا نه؟ اگه طرف مقابلم یکی مثل شما بود بله. منم اگه جای علی بودم زنی مثل تو رو ول نمی کردم. اینجا دارین چی کار میکنی؟ خوش اومدین. خوش اومدین آقا رضا. داداش ملت میخوان برن خونه هاشون، ول کنید دل و قلوه دادن. آخه دل و قلوه نمیدادیم، داریم صحنه رو بررسی میکنیم. من دارم میبینم چی کار دارید میکنید. آقا رضا تشریف بیاریم بیرون صحبت کنیم. نه لازم نکرده، همینجا صحبت میکنیم. شما با من مشکل شخصی دارین؟ نه خیر مشکل شخصی ندارم، ولی شما شورشو در آوردین دیگه، تمومش کنین این کاراتونو. شما فکر کردین ما مثل بقیه ایم؟ یعنی چی؟ من این کارو ول میکنم. داداش نمیتونی ول کنی، قرارداد بستی. یا وایسا تماشا کن، همین الان کارو ول کردم. اگه اون ول کنه منم کارو ول میکنم. آره دیگه تو هم ول کن برو، اصلا برو گامشو بیرون. عجب رویی داره. بریم غذا بخوریم. بریم. اونجا چی کار میکنی شما؟ از اونجا بلند شین دیگه. اه چه گیری افتادیم ها. من اینطوریم. ایور 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 راست بازی کن دیگه. برو برو پاس بده بچم، پاس بده. آخه منو به این گندگی نمیبینی؟ من دستی که بری چی کار میکنی؟ بهت گفتم زود باشی که زود بگی تو رو برشی چی کار میکنی آخه؟ اصلا دیفا یا نگاه کن چه جوری بازی میکنه. نگاه کن آقا سایی نمیزنی جهر باسه. شوت بزن بزن شوت بزن. آه باختیم دیگه بابا اینجوری بازی میکنی. بیا 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 خوبه خوبه بیا من اینجا بدش به من بدش به من. خوبه خوبه اگه این خطا نبود. نانش جون خسته شدی؟ نه داداش برای چی خسته شم؟ ببخشید یکم طول کشیده. اشکالی نداره، نشستم تماشا کردم. راستی این حسن. حسن بیا ببینم بچه خوبیه، با هم آشنا چی؟ اگه شما بگین چشم. خیلی خوشبختم. منم همینطور. خب جوونا من یکم کار دارم، شما با هم حرف بزن. گانش جون بازم تونستی سر بزن. چشم داداش. فعلا. میخوای؟ نه من نمیکشم ممنون. خلاصه ببخشید که توی ورزشگاه داریم با هم آشنا میشیم. مگه چی میشه؟ اشکالی نداره. به تمرین ادامه میدی دیگه نه؟
آره حتما ادامه میدم. چند روز در هفته تمرین میکنی؟ خب 2 یا 3 روز، بعضی وقتا هم 4 روز. بقیه یه وقت داره تو مغازه ای؟ دقیقا تو مغازه. ولی کار قشنگه این که اطرافت پر از طلا و جواهر باشه. نه بابا، طلا فروشی اینقدرام که تو فکر میکنی جذاب نیست. هرچی نباشه طلا فروشی. خب بالاخره همین کارو بعضی وقتا خسته کننده میشن. ببینم تو اونجا کار میکنی چجوری از طلا محافظت میکنی؟ بالاخره کلی پول و طلا اونجا هست. منم زیاد نمیدونم، اما خوب ازشون محافظت میشه. ولی رئیست بهت اعتماد داره، درسته؟ فکر کن مغازه رو یه موقع بسپره به تو و بره، یه ساعت نباشه. تو اگه بخوای نمیتونی همه چیزو برداری و بری؟ نه نمیشه، میگیرن، همه جا پر دوربینه. مثلا فکر کن با دوستت قرار گذاشتی که با ماسک بیا توی مغازتون، تو هم همه یه پولا رو میدی به اون، بعدش هم با هم فرار میکنی. نمیشه همچین کاری کرد. چرا نمیشه؟ گفتم که اونجا پر دوربینه، پلیس خیلی زود آدمو پیدا میکنه. ای خدای من. خب بگو تو چی کارو میکنی؟ مربیم یه چیزایی بهم گفت. تو معلم یه چیزی شبیه معلم. یه سری مدرسه از برای بچه های خاص. پدر و مادرت کارشون چیه؟ مربی بهت نگفت؟ چیو بهم میگفت؟ من پدر و مادر ندارم. یعنی چی نداری؟ ندارم. این یعنی؟ ای وای ببخشید، من یه لحظه متوجه نشدم چی میگی. تسلیت میگم، همه ما آخرش میریم اونجا دیگه، از مرگ نمیشه فرار کرد. حالا کی فوت کردن؟ نه هیچ وقت نداشتم. یعنی چی که هیچ وقت نداشتم؟ بی رگ و ریشه نیستم، ولی از وقتی یادم میاد همیشه خودم بودم و خودم. تو الان داری مسخره بازی در میاری؟ بیا اینجا. خیلی خوب باشه، الان میام. مگه نمیبینی دارم حرف میزنم؟ از وقتی که یادم میاد من تنها بودم، هیچی از پدر و مادرم و فامیلم توی ذهنم نیست. حتما داری، مطمئنا یه جایی فامیل داری که نمیشناسیش. مگه تو یتیم خونه بزرگ شدی؟ نه. خب تو کنکور چی کار کردی؟ ها چطوری فرمو پر کردی؟ توی کارت ملی چی نوشته؟ ها؟ این دیگه چیه؟ چیزی نیست. چیزی نیست؟ به دکتر نشونش دادی؟ آره نشون دادم. اون چی گفت؟ گفت طبیعیه، بعضیا خود به خود نافشون بسته میشه. آره اگه گفته که پس طبیعیه. ای بابا ول کن دیگه، من چی میگم تو چی میگی؟ یه سیگار بهم بده.
تو میخوای بگی اصلا فامیلی چیزی نداری؟ آره؟ ندارم. پس عروسی چی؟ کدوم عروسی؟ اینجوری تو عروسی کسی از طرف دختر نیست؟ نه، نیستش. اگه خیلی میخوای میتونم دوستامو دعوت کنم، شلوغ میشه. پس باید تو رو از کی خواستگاری کنم؟ نمیخواد ذهنتو درگیر این چیزا بکنی. ما به توافق برسیم، بعدش همه چیز ردیفه. ردیف میشه، ولی قبلش توافق. وای خدای من، عجب. یه چیزی ازت بپرسم؟ آره بپرس. کی بزرگت کرده؟ هیچ کس. آخه یعنی چی هیچ کس نبوده و خودم بزرگ شدم؟ مگه تو تارزانی؟ فقط همینه، هیچ کس تو خاطره هامو حافظم نیست، تنها بودم. آهان، خب اگه بگی حافظت رو از دست دادی و هیچی یادت نمیاد، هیچی نیست. باشه باشه، من با اون مشکلی ندارم، ولی خب این ناف میبینی؟ ما کلن شانس نداریم. خوششانسه دیگه. آره حتما تو هم خیلی خوششانسی. بابا جفتمونم بدشانسیم، هر دوتامونم شانس نداریم. ببین آخه تو دختر خوشگلی هستی ها، خیلی هم بامزه ای، ولی خب نمیشه. نه چی نمیشه؟ اینکه با یکی مثل من ازدواج کنی. آخه نمیدونم چی بگم. ببین من یه عروسی معمولی تو ذهنمه، یه عروسی معمولی میخوام، تبل بزنیم، کل بکشیم، بعدش هم جلوی ماشین عروس رو بگیرن و شاباش شاباش کنن که نصفش هم تقلبی عذاب در بیاد. بعدش هم با جناب جلوی ماشین دراز بکشه و بگه پول میخوام، پول میخوام، وگرنه نمیذارم بری. فقط همین. درسته. آره آره، خوابه. خلاصه من آرزوی یه عروسی معمولی رو دارم. خب هر کسی یه آرزوی داره. درسته، همه یه آرزوهایی دارن. الان چطوری بهت بگم؟ نمیتونم جمله‌ام رو کامل کنم، میدونی که خب ببین تو خیلی خوشگلی، ولی عجیب غریبی هستن. تو رو خدا چرت و پرت نگو. وایسا وایسا، یه لحظه بشین، یه لحظه بشین، باهات حرف دارم. اگه ما بچه دار نشیم چی؟ اصلا گیریم که بچه دارم شدیم، میدونی آخه خیلی موضوع مهمیه. اگه اون بچه فلج باشه چی؟ خیلی خوب داری چرت و پرت میگی، خوشحال شدم حسن. فندکت. یه گوش شنوا. خسته شدی؟ نه خسته نشدم، نگران بقیه‌ام. اینو ببین، موقعی که گریه میکنه میخوام اینو بذارم. این که مثل قبلی است. یکم گوش کن، فرق داره. باور کن یکیه. چون جفتشون آرومن واسه همین به نظرت شبیه همدیگه میان، ولی اینطور نیست. ممکنه. مطمئنم. اصلا شبیه هم باشن.
سریال خوب فروش رفته دیگه، منم به پولم میرسم. راست میگی، به پولت میرسی دیگه، چه اهمیتی داره؟ گوش کن، اینم خیلی قشنگ شده. گوش نمی کنی که؟ چرا، گوش میدم، مامانم پیام داده دارم جوابشو میدم. چی میگه مامانت؟ میپرسه کجام، چی کار میکنم، میپرسه رفتی پیش دنیز؟ ببین این آهنگ آخره، بهترینشون همینه. این خیلی خوب شده. خوشت اومد؟ آره خوشم اومد. خوشحال شدم. مثل آهنگ درد سرای عشق میمونه. از اون آهنگم خوشت میومد؟ عاشقش بودم. اونم من ساخته بودم. راست میگی؟ پس میتونیم بگیم سبک تو اینه، آروم و احساسی. خب آره دیگه، میتونیم بگیم بیشتر آهنگام آروم و عاشقانه. اینجا خیلی گرم شده، تو چطوری اینجا زندگی میکنی؟ میخوای کوله رو بزنم؟ نه نیازی نیست، من اینو در میارم. دیگه وقتی آدم کل روزا اینجاست متوجه نمیشه. آره شاید. منم درگیر آلبومم هم دیگه، آهنگاش آماده است ولی نمیتونیم با هیچ شرکتی به توافق برسیم. واقعا درکشون نمی‌کنم. تو این هفته با دو سه تا شرکت دیگه هم جلسه داریم، اما نمیدونم میتونیم به توافق برسیم یا نه. گفتنش آسونه ولی من 2 ساله دارم روی این آلبوم کار میکنم. آه، مگه کار موسیقی رو کی شروع کردی؟ من 3 سالم بود که گیتار زدن رو شروع کردم. 7 سالگی هم اولین کنسرت پیانو رو رفتم. چه خوب. پیانو، گیتار، چلو، ویالون، تو این سازا خوبم. البته تو سازای زهی یکم ضعیفم ولی تو بقیهش بد نیستم. یعنی سازی نیست که بلد نباشی؟ مجبورم دیگه، بالاخره تو استودیو باید موسیقی زنده اجرا کرد. همه سازای تو این آلبوم خودت زدی؟ آره، آهنگسازشم خودم بودم. اگه کسی واسط کاری نمیکنه، خودت باید به داد خودت برسی. آره خب راست میگی. ببین من واسه یه مغازه کوچیک دارم خودمو نابود میکنم. آدم وقتی کار خودش رو انجام نمیده هیچ اتفاق مثبتی براش نمیفته. تو هم باید کار خودت رو را بندازی. آره راست میگی. خاله خندان چطوره؟ خوبه. خب خوبه یعنی رابطتونم با هم خوبه؟ خوبه دیگه، همونطوری که میدونی. اصلا از اون موضوع حرفی بهت زده؟ از کدوم موضوع؟ اینکه منو تو رو با هم آشنا کرد دیگه. آه چی بگم، زیر زیرکی یه چیزایی میپرسه، چطور پیش میره و اینا. شما چند وقته دارین با هم کار میکنی؟ آخر این ماه میشه 7 سال. 7 سال خیلی زمان زیادیه، پس خیلی تحملش کردی. ولی آبجی خندان زن خوبیه ها. اون با تو خوبه. یعنی چی با من خوبه؟ خیلی زن دورویه. من همچین چیزی ازش ندیدم آخه. پشت همه حرف میزنه، غیبتشونو میکنه. وای نمیدونم این کجاشو عمل کرده، اون کجاشو پروتست کرده، شوهر کی به کی خیانت کرده، از این چرت و پرتا دیگه. خب چرا اینا رو به تو میگه؟ چه میدونم؟ آخه نیست که این 3 سال خیلی آدم معروف میاد مغازه، شاید به خاطر پشت اونام حرف میزنه.
مثلا وقتی بوکت ساری دره میاد. بوکت ساری دره از مغازه شما لباس میگیره؟ آره، اون مشتری ثابتمونه. حالا هرچی، وقتی میاد یه لبخند علکی میندازه رو صورتش، ولی پشت سر زنه همه چی میگه. ما هم هرچی میخواد براش فراهم میکنیم، لباس و دامن و چیزای دیگه. بعد اون انتخاب میکنه و میره تو اتاق پروف که امتحان کنه. اونم پشت سرش میره. اون بیچاره به این اعتماد میکنه و حرف میزنه. بعد که با هم عکس میگیرن اونم علکی لبخند میزنه. وقتی اون پاشو میذاره بیرون علکی شروع میکنه به فحش دادن. تمام تابستون توی بودروم بوده. در اصل میخواسته با اورهان چلیک ارتباط برقرار کنه. آخه اون از زنش جدا شده. اونم سعی داره بهش نزدیک بشه. پس میخواد عقده‌هاشو خالی کنه. دیگه حالا هرچی. اونش به من مربوط نمیشه. هدف من جمع کردن مشتریای اونجاست. بهترین کارو میکنی. کاری که تو بعد انجام بدی همینه. باید مشتریاتو جمع کنی تا بتونی در آینده طرحاتو بهشون بفروشی. ولی زمان داره میگذره. مسئله کار و ازدواجمو باید به یه جایی برسونم. منم همینطور. چه میدونم، فلانی میخواد برای صداگذاری بیاد، اون یکی میخواد برای دوبله بیاد، واسه خودم وقت نمیمونه، نمیتونم آهنگ بسازم، همش سردرد دارم. اول باید خودم رو جمع جور کنم. و موسیقیم، میدونی موسیقی واقعی انقدر معمولی نیست. اثر هنری باید از درون آدم بیاد، باید از دل تراوش کنه بیرون. تو تا حالا واسه یه کسی آهنگ نساختی؟ آخه این یعنی چی؟ چه میدونم آخه، شاید عاشق کسی شده باشی، برای اون ساخته باشی. امکانش هست دیگه. واقعا عصبانی نمیشم، بگو. خیلی خوب باشه. خب باشه یعنی چی؟ آخه چه میدونم، اگه من و تو توی یه کافه با هم آشنا شده بودیم، بعد تو از در می اومدی و ما با هم چشم تو چشم می شدیم، بعدش هم تو می شستی میز روبرویی و ما به نگاه کردن ادامه می دادیم، بعدش هم چیزی که از ذهنم می گذشت این بود: کاش بیاد پیشم. و این که می دونستم تو ذهن تو هم همینا می گذره. بعدش هم تو جسارتتو جمع می کردی و می اومدی پیشم، شروع میکردیم به حرف زدن و خیلی طولانی به هم نگاه میکردیم و تو از همین داستان برام آهنگ مینوشتی. اینطوری خیلی قشنگ میشد، ولی عشق ما خیلی معمولی شد. اگه از روی این آهنگ بنویسی خیلی مسخره میشه. اوزگه، یه چیزی بهت بگم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. من هر شب قبل خواب به تو فکر میکنم. دوست دارم همیشه پیشم باشی. حتی وقتی یه لحظه ازم دور میشیم دلم برات خیلی تنگ میشه. وقتی پیشمی دوست دارم چش تو چش نگات کنم، دستا توی دستم باشن و ساعتا همینطوری بمونیم. من خیلی دوست دارم اوزگه و فکر میکنم من یه اولین بار تو زندگی عاشق شدم. تو اینو به چند تا دختر گفتی؟ اولین بار به تو گفتم. اگه اولین بار به من میگفتی برام یه آهنگ میساختی. راستش میخواستم وقتی تموم شد بهت بگم، ولی حالا که فرصتش پیش اومده بذار برات بخونم. چیو؟ آشکار مشکته،
Aradığın aşkı bulmaksa en karmaşık. Sarmışıklar gibi sarar bedenini. İnandırır gerçek olduğuna seni. Ayağını yerden keser ve güm bırakıp bir bulutun tepesinden kalbini unutturur her şeyini kimse bilmez. Bu aşkın çaresini söndüremez. İçimdeki kor ateşi. Aşk bu sefer gerçeksin sanki. Sabahın üçünde şarkılar söylüyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup gidiyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde hayaller kuruyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup gidiyorum. Aşk sen yok musun? Aşk karmaşıktır. Aradığın aşkı bulmaksa en karmaşık. Sarmışıklar gibi sarar bedenini. İnandırır gerçek olduğuna seni. Ayağını yerden keser ve gün bırakır. Bir bulutun tepesinden kalbini. Unutturur her şeyini kimse bilmez. Bu derdin çaresini söndüremez. İçindeki kor ateşi. Aşk bu sefer gerçeksin sanki. Sabahın içinde şarkılar söylüyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup hayaller kuruyorum. Aşk sen yok musun? Aşk karmaşıktır. Aradığın aşkı bulmaksa en karmaşık. Sarmaşıklar gibi sarar bedenini. İnandırır gerçek olduğuna seni. Ayağını yerden keser ve küm bırakır. Bir bulutun tepesinden kalbini. Unutturur her şeyini kimse bilmez. Bu derdin çaresini söndüremez. İçimdeki kor ateşi. Aşk bu sefer gerçeksin sanki. Sabahın üçünde şarkılar söylüyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup hayaller kuruyorum. Aşk bu sefer gerçeksin sanki. Sabahın üçünde şarkılar söylüyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup hayaller kuruyorum. Aşk bu sefer gerçeksin sanki. Sabahın içinde şarkılar söylüyorum. Aşk bu sefer sonsuzsun sanki. Gözlerinde kaybolup hayaller kuruyorum. Aşk sen yok musun?